دجله را امسال رفتاری عجب مستانه است. پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است. عجب. پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است. کیست؟ جهنمی حجابو عبید زاکانی. ای عبید، حیف از این قریه و طبع توست که به دست جفنگ بافی و بزلگویی سپردیش. اشتباه نکن، این مردم ستم دیده بی فرهنگ رو که در نتیجه استیلای مغول به این روز افتادند، جز با این بیان عامیانه و مبارزه منفی نمیتوان هدایت نمود. چنانچه در چند صد سال پیش در همین سرزمین بهلول دانشمند دیوانه عاقل در لباس مسخرگی و دیوانگی آریتی و ابونواس شاعر معروف ایران با تازیانه حجاب ستمگران اجتماع رو منکوب کردند. عجیب است. خیلی میل دارم از داستان این دو دانشمند مبارز تاریخ مطلع شوم و از علم و دانش تو مستفیض و بهره‌مند گردم. علم و دانش؟ بنشین و گوش کن. علم و دانش؟ علم و دانش من. بنشی. علم و دانش گوش.
میکنه چشم از دنگردان خوش باز و زندگی ای سنم در برگاه سلفون عشق ما گشت کاشانه این دل نازوان مست و دیوانه هست Hasan, به پاس زحمات مدبرانه پدرت فضل این خنجر مرصع را به تو یادگار می‌دهیم که با دشمنان اسلام مبارزه کنی و سینه پلید آنون را بدری مبادا به خون ریزی مظلومی به ناحق از اون استفاده شود اون وقت است که خاطر ما را مکدر خواهی کرد فهمیدی؟ راستی فضل امشب جعفر برمکی و سایر ایرانیان را در این مجلس ندیدم حضرت خلیفه جعفر و ایرانیان با خانزاد نظر خوشی ندارند غلام اونها را دعوت کرد ولی اونها مخصوصاً نیامدن در هر صورت از وضع امشب بسیار ناراضی بودم ابو لطائیه مثل اینکه آهنگهای خوشنواز مورد پسند خلیفه نبود از خوشنواز بیش از این توقع نداشته باشی شیرین عزیز من از حیله و نیرنگ ابوالعطایه ترسناکم ناراحت نباش راسته میدونیم شب باید به محفل ایرانیان بریم دیر شده نمیریم آها هیچ یادم نبود بریم بالاخره به آرزود رسیدی اینم جایزه دیگه چی میخواد از بس که یه خورده نمیتونه روپا وایسه خندت دیگه برای چیه خندم از اینه که خلیفه تصور میکنه من رشیدترین فرزند وطن هستم و خنجر مرصعی خودشو من هدیه کرده اگه عوض این خنجر یک کنیز ماهرو از حرمسراش من میبخشید بهتر نبود؟ ای بچش بچش اونم به عهده جان نثار واه به این هوس چقدر زن کنیز دخترم عصبانی نشو این زنها که من برای مولایم میخرم همه آب جویند و رونده تو ریگه تیجوبی بسه بسه تو پدر منه به این روز انداختی بر پریده چه زبونی در آورده دوستان برادران از این که امشب همگی دعوتم را قبول کرده به خانم آمده اید تشکر میکنم تجمع ما ایرانی ها هفته یک بار لازم است مخصوصاً که امشب بنا به خواهش حضرت وزیر جعفر برمکی این دعوت به عمل آمده است ضمناً میخواستم از جناب بهلول قاضی بزرگ که همیشه برای برانداختن اساس ظلم و ستمگری مبارزه می کنند خواهش
خواهش کنم رهبری ما را قبول فرمایم. فرخنده باد بهلول. فرخنده باد بهلول. از مراهم و حسن ظن برادر عزیزم ابو نواس متشکرم. امیدوارم به یاری خدای تعالی و همکاری با مردانی چون شما به مقصود برسیم. سلام بر تمام مردان مبارز و ایرانیان شرافتمند. سلام بر جعفر برمکی. خوش آمدید حضرت وزیر. بفرمایید بفرمایید. اجازه بدید خواهشمندم همگی گوش کنید. در این لحظه که همه ما در اینجا جمع شده ایم، فضل ابن ربیع با اجازه خلیفه مجلس جشنی ترتیب داده که سه نفر از دوستان ما خوشنواز و شیرین و فریده اجباراً در این جشن حضور پیدا نمودند. مبنای این جشن برای انجام فاجعه بزرگی است که فضل ابن ربیع نقشه آن را کشیده است. فاجعه بزرگ؟ بله، فاجعه بزرگی که عالم اسلام را برای همیشه عزادار خواهد ساخت و در نظر دارد در یک محکمه خصوصی جناب سید علوی را به اتهامی بی مورد محکوم زندانی و از بین ببرد. ریاست این محکمه خصوصی هم قرار است به عهده بهلول واگذار شود. برادران اطمینان داشته باشید هیچ کس قدرت آن را ندارد که اراده خود را بر من تحمیل نماید. شرافت من گروگان حق مظلومین است. وای بر من اگر با تحمیل اراده ظالمی به خانمان سوزی بیگناهی رأی دهم. آفرین بهلول. آفرین بر تو قاضی شرافتمند. برادران مسبب تمام این فجایع فضل و ابوالعطاییه هستند. امان امان از این ابوالعطاییه شاعر مزدور هوسباز که برای لذایذ دنیوی هنر و شرافت خود را زیر پا گذاشته به هر پستی تن در می‌دهد. خوشبختانه مجلس جشن فضل خاتمه یافت و من توانستم به اتفاق همسرم شیرین و فریده به شما ملحق شد. خوش آمدید. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. مبارزه‌ای که من شخصاً می کنم همون اشعار هجایی است که می سازم و تمام عملیات ابوالعطاییه رو خونسا می کنم. پس نقش من و خوشنواز و فریده و شیرین هم که معلوم است باید در مجالس عیش و سرور فضل و یارانش مراقب اعمال دشمنان ایران و ایرانیان بوده باشیم. برای پایداری این اتحاد من دست خود را به سمت بهلول دراز کرده و از عموم شما تمنا دارم دست خود را به علامت اتحاد دراز کنید و متفقا بگوییم به یاری خدای تعالی ما متحد شدیم. Yeah.
رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدایا به من رحم کن. خدایا مرا یاری کن تا بتوانم در مقابل تحمیل اراده هارون مقاومت کرده و بر علیه امام برحق حکمی به ناحق ندهم. یک خدای مهربان بار الها از تو کمک می‌طلبم که برای جاه و مقام گول شیطان را نخورم. یا الله. از تشکیل این دیوان رسیدگی به اتهام سید علوی است. لاحظا میخواهیم بدانیم نسبت به این مرد بلند پرواز چه نظری دارید؟ جزای مردمان یاغی مرگ است یا امیر؟ شما حنفی؟ شکنجه و مرد. مشتری؟ وجود خوارج لطمه به اساس خلافت است. مؤمنتاق شما بگویید. عذاب منادیان حق سستی مبانی اسلام است. دستگاه خلافت بهتر است اول دسیسه کارانی چون فضل ابن ربیع را از درگاه خود طرد کنند، سپس درباره متهمی بیگناه تصمیم بگیرند. جناب بهلول به حواشی نپردازید، فقط در باره خروج سید علوی اظهار نظر کنید. حضرت خلیفه، بهلول خیال می کند با انتقال خلافت به علویان مقام شامختری را حائز می شود. کود کن تو فیلی بی پروا. خاموش باش ای کسی که جز خود او خیانت پیشه نداری. آگاه باش هارون الرشید، چشمت رو باز کن خلیفه مسلمین. مرد کسی است که برای رسیدن به جاه و مقام لحظه ای از بدنامی تو فرو گذار نکرده است. ولی این را بدانید، تا بهلول بر مسند قضاوت نشسته جز به حق و حقیقت رأی نخواهد داد. عقل دوران دی را از این دیوان سازم خیش را بود دیوان که دیوانه نشد این
خانم نشان. امام فرمودند اگر جابری خواست تحمیل اراده کند لجام عقل بکسلید. کلام الملوک ملوک الکلام ملوک الکلام. میخواستید بگم زر و مالمو؟ من که زر و مالی ندارم کسی به دزده. بابا عقلمو دزدیدم. مردم بهلول دیوونه شده، عقلشو گم کرده. کمک کنید عقلشو پیدا کنید. بریم بابا بریم. خدا نبود به جهان جز عشقت تا حسل من مشکن دل من که رو نبود ای امید دل من زچه در گل خندان من بویی از سفر نیست ستم این همه ایجاب من هر عاشق رو نیست. میبینی به پیروی از دستور خلیفه با این خنجر چطور سینه دشمنان کثیف خلافت رو می‌درم؟ منو ترک ایش و نوش؟ هرگز. بله، اون حرفا دیگه قدیمی شد. تو باید با ظرف مخدوم بازی کنی. چی به خنجر؟ بله. خوشتواز، حالم خوب نیست، خواب منو گرفته، میل دارم سر به زانوی پروانه بگذارم و راحت کنم، تو هم برای من ساز بزنی، بریم، بریم به خوابگاه.
خسید. وایسو ببینم کجا میری؟ کارت دارم. شیرین عزیزم، میل دارم این شراب و از دست تو گرفته به سلامتی تو بنوشم. جناب ابوالعطاییه، مگه مستی؟ مست، ولی مست عشق. بیچاره، بیچاره تو. بی جهت مزاحم من نشید، من بی صاحب نیستم. صاحب اصلی تو من هستم که خواستگار تو بودم. اول اون کس که خریدار شدت من بودم، باعث گرمی بازار شدت من بودم. ابو نواز پدرت خیانت کرد، اما من اخ الهی که قربون شکلت برم. اگه بیش از این اذیت کنی فریاد میکشم. زدی؟ بزن، بزن که خوب میزنی. زهر از قبل تو نوشداروز، فحش از دهن تو آب نباته. زدی؟ حالا ببین کجا میخوری؟ اسحاق، من به جز تو کسی رو دوست ندارم. پدرم منو به زور به حسن داد. میدونم، از وقتی زن حسن شدی به علاقه تو پی بردم. بس دیگه، وای پدرت، فعلا برو اینجا نباش. برو بیرون، برو گم شد دختر بی حیا، تا نکشتمت. آخه اسحاق موسلی، بازم دست از سر ما بر نمیداری؟ پروانه دیگه تنها دختر من نیست، بلکه زن مولایم حسن ابن فضله. زن هر احمقی که میخواد باشه، من به او کاری نداشتم، او به سراغ من اومد. اصلا چی کار به کار من داری؟ دختر منو هوایی کردی؟ آخه بابا مگه زوره؟ دلم نمیخواست دخترمو به یک مطرب بدم. ابو نواس اون شاعر مسخره حاضر نشد شیرین دخترشو به من بده، داد به خوشنواز سازن. مگه من به او اعتراض کردم؟ دلش خواست. هر کس اختیار مالشو داره. اول حرفو تو دهنت مزمزه بکن، بعد بگو. ابوالعطاییه سفال فروش، مسخره مزدور. مسخره تویی، نه من. دختر من با دختر تو زمین تا آسمون فرقشه. آره جونم، تو راست بگی، این حرفا همه از دلسوزیه. داماد من ارباب داماد توه. خبیث. شرابم منو تسکین نمیده. مولای من،
شما رو کسل و ناراحت میبینم. تشنه وصالم. با آن که تو را مقرب خودم و پدرم کردم و هرچه خواستی به تو دادم، نمیدانم چرا مدتی است از آن کنیزکان خوش سیما و خوش منظر به دامانم نمی اندازی. شاید برای این است که پروانه دخترت را گرفتم. احمق! من این کار را برای این کردم که افتخاری نصیب تو شده باشد، نه این که خودم هم از کیف لذت محروم بمانم. قربان، جان نثار غلام و پروانه کنیز شماست. من منتظر یک همچین موقعیتی بودم که شما را اینطور تشنه وصال ببینم. مولای من، تقصیر از خود شماست. آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. کنیزی زیباتر و درباتر از شیرین. شیرین؟ زن خوشنواز؟ بله قربان، شیرین. خوشنواز رو چه کنم؟ خوشنواز؟ اونم در مقابل شما بنده بیش نیست. شیرین، خواننده مخصوص، زیبا، جذاب، دلربا. ساکت باشید، توجه کنید، آقا میخوان صحبت کنه. دوستان، برادر، جناب سید علوی در سر دست سه چیز فرمودند به طلاب که من اون را نمیپسندم. متوجه شدی؟ فهمیدی؟ اول اینکه عقیده دارند شیطان در روز قیامت به آتش معذب خواهد شد. آخر شیطانی که از آتش به وجود آمده است چگونه ممکن است به آتش معذب شود؟ ها؟ معلوم شد شما هم با من هم عقیده هستی. اینطور نیست؟ بله، باید همینطور باشد. دوم اینکه سید علوی مدعی است خدا وجود دارد اما دیده نمی‌شود. بابا، چطور ممکن است چیزی وجود داشته باشد؟ صحیح هست. یه همین هاست که من قبول نداشته. و این دو موضوع یک طرف، این یکی یک طرف. آقا عقیده دارند بشر در کارهای خود فعال مایشا و خودمختار است. من با این هم مخالف. چرا؟ برای اینکه بشر در کارهای خود اراده‌ای ندارد، قوه‌ای به جبر او را هدایت می‌کند. حالا فهمیدی که فهم و شعور مال منه؟
کشتن! کشتن! کی بود؟ خبره؟ چرا؟ کی بود؟ چرا همچی شد؟ برو کنار، چه خبره؟ چرا شلوغ میکنی؟ یالا برو آقا بریم، برو ببینم بریم که خیلی خسر عجیبه، یالا آخه مسجد که جای این کارا نیست، برو کنار یالا برو کنار عجیبه به مسخره بازی در آوردن این ابو عصمت سهل یالا چه خبره؟ های اینجا چه خبره؟ متفرق شی بری کنار این احمق با کلوخ گلی سر مرا درد آورد آخه احمق تو جلوی همه اینا نگفتی شیطان که از آتش است چطور در آتش معذب می شود؟ مگر تو سرشتت از گل نیست؟ پس چطور کلوخ گلی تو را آزرد؟ درد رو نشون بده مگر درد دیدنیست؟ پس ای جاهل عالم نما تو چگونه بر عقیده محکم امام برحق اعتراض کردی و گفتی خدایی که دیده نمی شود چگونه وجود دارد به همون دلیل که سر تو درد می کند و دردی که به قول تو وجود دارد و دیده نمی شود خدا هم دیده نمی شود حرف راست رو باید از دیوانه شنید از همه اینها گذشته جناب ابو عصمت سرهنگ این مرد جلوی همه این مردم گفت بشر از خودش اختیاری نداره و به جبر قوه او را هدایت میکنه پس با این ترتیب من که از خودم اختیاری نداشتم یک قوه به جبر منو واداشت که کلوخ به سر تو بزنم برو با اون قوه بجنگ بیچاره مبتزه شد خوش آبرش بابا حق با بهلوله مواظب باشید مواظب باشید اصلا شما رو لگد نزنه بیا ابو عصمت بیا اینم خراج اسبم گرچه اسب من چوبیه اما مرکوب خوبیه با اینکه خراجش رو به موقع پرداختم اما زمینش رو صاف نکردم مثل سایر بیت المال مسلمی خوردن و گرده رو کلوف کردن اونایی که زبون دارن حقشون رو میخورن وای به اینکه بی زبونه توف بر شما مردمان قاصب فنهاس عزیز از اینی که به تو زحمت دادم به منزل ما بیای برای این است که
فکری به حال من بدبخت بکنی. از تو که رو درواسی ندارم، من از عشق شیرین دارم میمیرم. از من چی بر بیار؟ ها، میخواستم 3-4 کنیز خوشگل از تو بخرم برای حسن، شاید سرگرم کنیزا بشه از شیرین دست برداره. ای ناغلا، هیچ معلومه تو چه منظوری داری؟ من دو نظر داشتم. اول اینکه ابو نواس رو به عنوان اینکه شیرین دخترش معشوقه حسن شده بدنام بکنم که کرده. گرچه هنوز شیرین تسلیم حسن نشده، اما مردم اینطور خیال میکنن. دوم اینکه وقتی شیرین بدنام شد به ناچار به من تسلیم بشه. اینجا دیگه هنوز تیغم نبریده، چون حسن سرخر شده مثل پروانه دور شیرین میگرده. پس خوبه بیای بازار، تازگی 3-4 کلیز خوب و خوشگل برام آوردم، بیا هر کدوم رو پسندیدی انتخاب. بسیار خوب، خدا به. اون کنیزی که تو تخت روون بود از همه چون خوشگلتره. به به، از این کنیزا مالای خوبی آوردی. گوش کن، هر 3-4 بفرست منزل حسن به حساب من. جینگولی مینگولی. بانوی عزیز، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ پروانه، بگو ببینم چرا گریه میکنی؟ فریده، دارم از عشق اسحاق دیوونه میشم، یه فکری به حال من بکنی. پروانه، من نقشه کشیدم که تو رو خلاص کنم، به شرطی که قول بدی عملی کنی. بسیار خوب، هرچی بگید قبول میکنم. میدانی که پدرت ابوالعطای چند کنیز زیبا برای شوهرت خریده و او از سایه در مجلس بعض مشغول کیفه. این داروی بیهوشی را که میدهم با اطلاع ریحانه در شراب حسن بریز، وقتی که بیهوش شد فوراً به اتفاق ریحانه به منزل اسحاق آمده در آنجا بمان. فهمیدی پروانه؟ اطاعت می شود خاتون من. امشب من و پروانه به اتفاق هم از قصر فرار می کنیم و به اونجا می آیم. دارو رو بدید به من. بگیرید. خب بیا ببینم تو. تو کجا؟ رئیس تشیب آوردن. چی؟ تشیب آوردن؟ ای داد بیداد، بلند شو جانم از اینجا. ببین اینقدر شراب خورد که قش کرد. بلند شو، چی الانه میاده؟
اله های دلو بلند شد جانم گم شو بوزینه امان چی؟ حالا بیا و درستش کن به اسفل سافلین به درک همینجا بمون که بیان ببینن به من چه مربوطه یه پروانه فرده تو واقع منتظری من از سایه پروانه رو سواره به منزل اصحاب میبرم تو مواظب باش کسی از جریان امر مطلع نشه فراموش نکن اطاعت میشه بیا پروانه بودو بزنید پدر سوخته رو تا اعتراف کنن دختر مرا چرا دزدیدن به خدا دختر شما اطلاعی ندارم خدا شاهده منم بی اطلاع امروز شکنجه اینا دیگه بسته این پدر سوخته رو ببرید و ابن غاربی اون دزد خائن رو بیارید زودتر مطمئن باش اینقدر اونا رو شکنجه میدم تا اعتراف کنم که پروانه رو به کجا بردن این پدر سوخته ها منو خیلی عصبانی کردن نزن خدا منو خدا ندارم گردن دیگه من دارم میرم پدر سوخته تو چطور جرأت کردی یک دینار از پول من رو بدزدی ها؟ یالا او رو به درخت ببندید به خدا من گناهی ندارم خدا شاهد گرسنه بودم جناب هستم مگه شما جار نزدید هر کسی هزار دیناری رو که گم کردن پیدا کنه و بده 10 دینار به اون پشتگانی میدید صحیح دزدی کرده انعامم میخواد آهای دست نگه داریم این بیچاره چه کرده او رو کتک میزنید؟ مگه داروغه ای؟ به تو چه مربوطه؟ 1000 دینار مولایم حسن گم شده بود پیدا کرده آورده 1 دینارشو خرج کرده میگه از 10 دیناری که میخواستید مژدگونی بدید کم بکنید مژدگونی که نمیدیم ایچی پدرشم در میارید چرا؟ برای اینکه خیانت در امانت کرده گل گفتی اما یه خود شل گفتی میگم چرا؟ برای اینکه خره بازم نگفتی اصلا به تو چه مربوطه اینا جواب من نشد من خودم جواب خودمو میدم برای اینکه دزد بی لیاقتی خودش گیر انداخته گول شماها رو خورده بزنید پدرش دره تا در این اجتماع فاسد دیگه از این کارا نکنه آخه احمق جون آدم 1000 دینار میاره میده که 10 دینار بگیره غلط کردم خب جناب حسن این بدبخت به حساب شما خیانت کرد یعنی از شدت فقر و استیصال 1 دینار از پول شما برداشته بگید ببینم این 1000 دیناری که میگی همون 1000 دیناری نیست که 3 روز قبل به زور از پیر زنی رشوه گرفتی خفه شو بله همون پوله به تو چه مربوطه در اجتماع ما اینو بهش میگن نازشست اون درستکاری ابن غاربی رم میگن خیانت به امانت باری کلا مرد با خدا باری کلا مشتی کن باری کلا مرد با خدا باری کلا مشتی کن Thank you.
دقت کن تا رقص رو خوب یاد بگیری. استاد ما اسحاق موسوی عقیده دارد که شما با آموختن رقص جلب نظر هارون را نموده محبوبه خاص او بشید و تا بتوانی بر طبق نقشه ما خود را برای مبارزه شرافتمندانه ای آماده کنی. با این ترتیب امید است جبران گذشته شده و دوباره در قلب من جای بگیری. به خاطر شما قبول میکنم. ببینم نقشتون چیه. خوشنواز عزیزم، تا دم واپسین از شرافت خودم و تو دفاع کردم. خدا حافظ شیرین تو. آفرین. امشب برای من شب فراموش نشدنی است. اما فریده، هیچ کس نباید بداند که من در منزل اسحاق رفت آمد می کنم. اطمینان داشته باشید حضرت خلیفه، هیچ کس نمی داند که حضرتت به اینجا رفت آمد می کنم. آفرین، مرحبا.
مرا تنها بگذارید. بریز تا جامی دیگر بنوشم و سرمست شوم. ابوالعطاییه، در این شب مهتابی بر طبق دستور خلیفه با این خنجر سینه ای رو میدرم تا دست لطیف شیرین من رو نوازش کنه. مولا، مقصود شما رو نمیفهمم. عنقریب خواهی فهمید. بر من. لعنت بر این خنجر، لعنت.
قربان رو این قربانی که تو در راه شرافت دادی نشانه بزرگی از مردانگی تو و عفت پرستی شیرین دختر تو ایرانی پاک نژاد و اصیل و شرافتمند می باشد. بهلول عزیز، رهبر عالی قدر ما، گرچه یگان امیدواری زندگیم را از دست دادم، ولی خوشبختم که سند شرافت ما ایرانی ها با خون فرزندم و امثال او نوشته شده است. گرچه از فداکاری همسرم شیرین مفتخر و سرفرازم، ولی قلبم از تأثر این جنایت آتش گرفت. به خدا الهیدار تا عطحسن ابن فضل و ابوالعطای انتقام نگیرم آرام نخواهم نشست. خداوند به تو توفیق دهد. دستگاه زور و قدرت فضل ابن ربیع و یارانش بر روی جنایت و خیانت استوار شده، ولی اطمینان داشته باش که عظمت الهی آن را از بیخ و بن برخواهد کرد و هارون را به جنایت آنان آگاه خواهد ساخت. اکنون با چند بیت شعر که به کمک خدای تعالی زاییده طبع سرشارم می باشد انتقام خود را از بیدادگران خواهم گرفت. سعید، این جنازه، این شعر و این خنجر را در مسیر خلیفه بگذارید. آفرین فریده، این لعبت تناس با رقص دل فریبش برای عمری سرگرمی مرا فراهم خواهد کرد. امیدوارم کلبه محقرم را که به افتخار حضرت از آراستم مورد پسند حضرت خلیفه باشد. این جرفیس میزنی سالوسی از پذیرایی شما بی نهایت ممنونم. که جامز خونش ملون است طفل عزیز کرده و دردانه من است. آن کس که خیش حافظ ناموس ما بود با چشم خود ببین که یکی دزد رهزن است. خنجر کشد به روی عزیزان و دوستان، خنجر برای سینه بدخواه دشمن است. حالا خلیفه گر نستانی تو داد او، خونش تو را به روز قیامت به گردن است.
ستان ای خلیفه، گر نستانی تو داده او، خونش تو را به روز قیامت به گردن است. بنشین. آمدی؟ به که چه مشتاق و پریشان بودم. شیرین حسن و شیرین همسر خیانتکار خود را در آغوش حسن ابن فضل ببین. خیرخواه تو، من و تو تنها هستی. برم کو، کسی اینجا نیست، ولی خدای ما ناظر اعمال ماست. شما که زنی مثل پروانه با اون دلربایی دارید، کمال پستیست که به من نظر داشته باشید. این حرفا یعنی چه؟ من باید از تو کام دل بگیرم. من مولای تو هستم. درسته، شما مولای من هستید، ولی وقتی به شرافت من تعرض میکنید از یک غلام من پسترید. اینقدر من عاشق و این طرف اون طرف ندارم. من باید از تو کام دل بگیرم. محاله. از دست من میگیری؟ سعید، سعد، او رو زندانی کنید. آقای بچه ها، بیاد کمک کنید. بیاد زود بیاد. چیه؟ چه خبر شده؟ برید خوشنوازی بگیرید بیارید. تو هم بیا با هم برید. بدو از خودو من هم خاتون من، تا ما هستیم بیم نداشته باشید. همه جا از شما نگاهداری خواهیم کرد و مراقب شما خواهیم بود. ممنونم. کسایی در مهمانی امشب من 10,000 پرنده سر بریده شد، ولی هیچ یک از ایرانیان دعوت نشدم. سلام علیک جناب وزیر با تدبیر. و علیکم السلام ابو نواز، تو کجا بودی؟ در زیر سایه خدا. راستی جناب فرد، حرفای شما رو شنیدم. بهتر نبود مخارج این مهمانی رو به یک عده مردم بیبرگ و نوا همیشه در حال عسرت و پریشانی به امید کمکی تضرع می کنن تخصیص بیدادی؟ لازم نیست برای من تکلیف معین کنی. خیری تلبدیه به خاطرم رسید که میخوام برای شما بخونم. اینان که مردگانند
فاقد ز روح و جانند، دانی که چون کسانند خفته در این محل ها. اون قصه یک وزیر است، اون دیگری امیر است، بیچاره اون دبیر است کفتاد اون بغل ها. پیر و جوان، لور و کرد، سرهنگ یا که سرگرد، باید که عاقبت مرد، خوشحال خوش عمل ها. ای شمر مردم آزار، رو یک دلی به دست آر، کم سال بنده و تو نوشند زین اصل ها. بنده شدم مرخص از خدمت تو ناچس، روزی رسد که باشی زردسته گچل ها. احمق، این شاعر جسور رو گرفته پالون به دوشش بگذارید، شب در مهمانی من حاضرش کنید. جعفر عزیزم، کنارگیری موقت تو از وزارت باعث شد که در همه جا طغیان و ناامنی حکم فرما شود. مطمئن ترین نزدیکان من حسن پسر فضل ابن ربی با سوء استفاده از عنایات من مرتکب جنایت عظیمی شده است. شیرین همسر خوشنواز را بی‌رحمانه به قتل رسانیده. مهمتر این که اثر این جنایت موحش جسد شیرین را در حیات قصر من گذاشتند. جعفر، کیست که در مقابل استیضاح مسلمین پاسخ این جنایت عظیم را بدهد؟ مهمتر از این، شیرین جگرگوشه ابو نواس شاعر منقد می باشد و قطعا شیرین فدای راه مبارزه با امیال شهوانی حسن ابن فضل گردیده. استیضاح این شاعر عالی قدر نیز خالی از اشکال نخواهد بود. جعفر، با تمهیدی مدبرانه به این گستاخی پاسو خواهم داد. گوش کن، فردا شب قرار از فضل مجلس جشنی در منزلش ترتیب داد، مرا هم دعوت کرده. لازم است علی‌رغم میل باطنی او ناخونده در این جشن شرکت نموده و در جایگاه مخصوص من جلوس کنی. اطاعت یا حضرت خلیفه، فعلا اجازه فرمایید مرخص شوم. در پناه خدا برادر عزیزم. زندی ابن شاهک، مثل اینکه جناب فضل ناراحت هست. گویا چون حضرت خلیفه دیر کردن ناراحت شدن. نامه‌ای هم وسیله جنسار فرستادن
و هم فرمودن در حضور مهمانها خونده شود. مهمانان عزیز، همگی گوش کنید، نامه حضرت خلیفه خونده می شود. فضل ابن ربیع، امشب فرصت نداشتم به مهمانی تو حاضر شوم، بنابراین جناب جعفر برمکی وزیر اعظم را به جای خود به مهمانی روانه کردم تا پذیرایی شایانی از او بنمایی. او باید در مهمانی امشب در جایگاه من جلوس کند. بعد از من شخصیت اول ممالک اسلامی اوست. امر اوست. و سلام هارون. پدرم جشن رو شروع میکنیم. مولای من مشاتا حاضر بشن. اسحاق موسلی هم بنوازد. اسحاق موسلی چرا معطلی؟ چون رقاصه مخصوص حضرت خلیفه در این جشن شرکت می کنن، تا جناب جعفر تشریف فرما نشوند نمی توانیم شروع کنیم. جناب جعفر برمکی وزیر اعظم تشریف فرما شدند. اجازه می فرمایید شروع کنیم؟ شروع کنیم. شروع کنیم.
چنین خار و زبون
محفل نمی شد جناب فضل ما بزدل نمی شد. بس رو قانون را از دوش ابو نواس برداشته و به دوش ابوالعطاییه که لیاقت آن را دارد بگذارید. فوراً معطل نشید. بالاخره حق به حقدار میرسه. بوزین این نفهم احمد زدی، اما تو عالم رفاهات هیچ کار خوبی نکردی. خفه شو بوزین این نفهم. ساکت جوان بیادم. موسیقی خوشگل کیست؟ چه خوش می رقصی ای جانان مهوش، چو پروانه تنم کنده در آتش. وای ز رقص انتقام تانی داده دل زین یار سرکن. تو سن زیبایی در کوی دل دارم و تر دور حسن و عمر گل کوته با ولی سر و ناز دکه بر آتش مزن بر اشمد و جا. تو امشب مال من خواهی بود عزیز درم، نزدیک بیا بیا.
راست نگه دار. این زن متعلق به تو نیست. خوشنواز؟ بله، دشمن تو. گفتم این زن متعلق به تو نیست. خفه شو. همه زنهایی که در این قصر هستن متعلق به منند. من صاحب اختیار این قصرم، هیچ کس حد فضولی نداره. این رقاصه مخصوص حضرت خلیفه است. من از هیچ کس نمیترسم. من متعلق به خلیفه هستم، نه تو، مرد عیاش هوسران. هیچ کس جز من لیاقت تصاحب این زن را ندارد، حتی خلیفه. من باید صورت این زن رو ببینم. من باید این زن رو بشناسم. بشناس. پروانه؟ خائن. یک خنجر به من بدید. زن به تو خیانت کرده؟ میخواستی او رو بکشی؟ عقب خنجر میگشتی؟ بیا این خنجر. خنجر رو شناختی؟ این خنجر رو به تو اعطا کردم برای دفاع در مقابل دشمنان اسلام، ولی تو با اون خون بیگناهی ریختی. تو قاتلی. مسرور. جامدان نام ایران، ارز و شاید در انجام